أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بعيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاخترق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعن بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اصل کلی را در آیه 21 فرمود طبع اکثری مردم این است وقتی فشاری ببینند بعد اون فشار با رحمت الهی برطرف می‌شود و مشمول نعمتی بشوند به جای سپاسگزاری و حق‌شناسی به کفران نعمت می‌پردازند و در آیات الهی مکر می‌کنند که قهرن ثمر تلخش را خواهند دید. بعد نمونه ای ذکر فرمود که بسیاری از مردم وقتی سفر دریایی می‌کنند در حال خطر به یاد خدا میفتند، همین که به ساحل امر رسیدن به جای شکر کفران نعمت میکنند. در تفسیر المنار چون جریان شفاعت توسل به مانندون برای ایشون حل نشد میگن به این که از قرآن برمی آید که مشرکان در حال تضرع موحدان خدا را می طلبند ولی کم نیستن افرادی که در مصر و اطراف مصر زندگی می کنند اینها در خطرهای دریایی و مانند آن به فکر اشخاص معینی هم به فکر کسانی که در قبور مدفونند به فکر توسل به اموات هم گاهی هم افرادی در گوشه کنار جهان پیدا می شوند که خضر را می طلبند الیاس را می طلبند و مانند هم. اگر واقعا کسی در مصر به امثال مصر که از همه اون مرزوب و اونهاست چند تفکری داشته باشد که به استقلال از این اموات کمک بگیرد خب اشکالشون وارد است، اما اگر منظورش تعلی در امامیه و امثال اینها باشد این وارد نیست، برای اینکه کسانی که به خیر سلام داره به الیاس سلام داره مخصوصا به وجود بارکه ولی از اربا و نافدا متوسل می شوند هرگز اینها را منشأ تأثیر ذاتی نمی دانند، مستقل به ذات نمی دانند، فاعل به ذات نمی دانند. خدای سبحان فرمود وابتغوا الیه الوسیله، این یه اصل است. چی وسیله چی وسیله نیست نمیشه به این آیه تمسک کرد، چون تمسک به آن در شرح مصداقیه خود آن است، اینم اصل دوم. ولی قرآن فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة، روزه وسیله است، نماز وسیله است. در روایات فراوان آمده است که ولایت اهل بیت علیهم السلام وسیله، اینا وسیله. ما که نماز میخوانیم به نماز استعانت میکنیم، بالاخره نماز فعل است، موجود امکانی است، مگه ما از نماز تأثیر به استقلال میتربیم، تأثیر به ذات میتربیم یا در حد وسیله نماز و روزه و امثال ذالک را تلقی میکنیم؟ مبدع به ذات ذات اقدس اله است، غیر از این که نیست. ولایت هم همین طور است، این طور است که کسی معاذالله از غیر خدا یه چیزی را به ذات بخواهد، بالاصاله بخواهد. اینها چون مقرب درگاه الهیان ارتباط با اینها
منشأ تقرب الی الله است و اگر کسی به ذات اقدس الهی نزدیک شد از لطف الهی برخوردار است. هیچ تفاوتی بین نماز و روزه و ولایت و امثال ذالک نیست. همه اینها موجودات امکانی هستند. شما قبول دارید انسان میتواند به نماز متوسل بشود، به روزه متوسل بشود، به صدقات متوسل بشود؟ اینا رو که قرآن تصریح کرده که اگر فرمود وابتغوا الیه الوسیله، مصادیقش هم مشخص کرده است که واستعینوا بالصبر و الصلاة و مانند آن، یا با حسنات شما جلوی سیئات را بگیرید. بنابراین اگر توسل وجود بارک ولی اثر است یا به خیدر هست یا به انبیاء سلام الله علیه و اجمعین هست، در همین حد توسل به نماز و روزه و امثال ذالک است که اینها موجودات امکانی هستند، به اذن خدا مؤثر هستند. این طور نیست که کسی بالاستقلال از اینها کمک طلب کند. خب فرمود اینها وقتی که به صاحب امر رسیدن، نجات پیدا کردن، به فکر بقی باطل و ظلم و فساد می افتن. یبغون فی الارض بغیر الحق، که اشاره شد این بغیر الحق در اینجا تأکید است. بعد اونگاه یه اصل کلی را ذکر می کنند که این حب دنیا که رأس کل خطیه است، دنیا را تشریح میکنه که دنیا چیه. همود یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، غیر از این نیست، تمام این ستمهای شما علیه خود شما است. این یک. دوم این که یه وقت انسان ستم میکنه برای یه چیزی که به مقصد برسه، شما برای دنیا این جانتون رو مورد ستم قرار میدید و دنیا رو ما برای شما تشریح بکنیم که دنیا برای هیچ کس ثمر نخواهد شد. اینجا چند مطلب است که بعض یا گذشت و این است که هر بغی، هر ظلمی، هر طلب باطلی به زیان خود آدم است. این روایت را که وجود مارای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودن در بیانات نورانی امیر المؤمنین علیه السلام هست، از ائمه دیگر نقل شده است که به این سه چیز خیلی تکیه کردن، یکی جریان بغی است، یکی جریان مکر است، یکی جریان پیمان شکنی. به این سه آیه تمسک میکردن که انما بغیکم علی انفسکم لا یحیق المکر السیء الا باهله و من نکث فانما ینکث علی نفسه. به این سه آیه تمسک میکردن که هر کسی بخواهد پیمان شکنی کند یا مکر کند یا زور کند علیه خودش میکند. مطلب دیگر این است که انسان حالا به ضرر خودش میخواد اقدام بکند، اما در قبال کدوم نقل؟ یه وقت است یه نقلی میبرد میگد ما 50 سال 60 سال راحتیم، بعد حالا هرچی شد شد. محمد این چنین نیست، این هوس رو کسی نکند. دنیا برای هیچ کس میوه نمیدهد. ممکن نیست انسان یه قدم بتواند بهره ببرد. هیچ، دنیا اصولا جای سردیه و درختی که در جای سرد غرض بشود به میوه نمیرسد. یه مسئله ذکر میکنند یا ایها الناس بدانی که مسئله دنیا اینه. ائمه علیهم السلام از این آیه روایات فراوانی به ما فهموندن. تو سخنان هست امیر سلام الله زیاد هست به استناد همین آیه، تو سخنان امام سجاد سلام الله زیاد هست به استناد همین آیه، تو سخنان ائمه دیگه هم هست که بخش از این روایات را تو این تفسیر ربایی، مخصوصا تفسیر کنز الدقائق، اینا جمع شد. این رو خوب عنایت کنی که خود ما هم مبتلاییم. مطلب بعدی است که دنیا که حب او رأس کل خطیه است، عبارت از آسمان، زمین، دریا، صحرا، باغداری، دامداری، کشاورزی، اینا نیست. اینا حیات دنیاست، اینا مخلوق خداست، اینا آیات الهیست. همون طوری که درخت بهشت آیه الهیست، درخت دنیا هم هست.
همونطوری که آب بهشت آیه الهی است، آب دنیا هم آیه الهی است، مخلوق خدا آیه خدا، هیچ نقصی در اینا نیست، اینا برکت، اینا دنیا نیست. وقتی انسان یه قدی سنش بالا آمد، بازی های افراد رو در طی 60-70 سال ببینه، باید معنای دنیا که از دنیا ماهیه کاملا مشخص میشه که دنیا یعنی بازیچه. دنیا نه یعنی درخت و هوا و آب و باغ و اینا، اینا موجودات حقیقی هن، یک مخلوق خدا هستن، دو آیات الهی هن، سه و در نهایت زیبایی هن هستن، چهار برای اینکه خدا فرمود همه اینا رو من خلق کردم، هر چی هم من خلق کردم زیبا خلق کردم. خود الله خالق کل شیء، یک هر چی مصداق شیء از تکوینا نه اعتبارا، هر چی شیء حقیقی است مخلوق خداست. یه وقت از وهم از سراب از موجود نیست تا ما بگیم مخلوق باشه. دومی که فرمود من هر چه خلق کردم زیبا خلق کردم، که از اون زیباتر ممکن نیست. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیز رو در جای خودش زیبا خلق کرد. خب پس اگر گفتن دنیا مذموم است، نه یعنی درخت، نه یعنی دامداری، کشاورزی، دریایی، صحرایی به ما، اینا نه. دنیا همین مقامات اعتباری که من با دین سمت برسم، من داره فرو مقامم، من با جلو بیافتم، من با صرف اول بذارم، من با صرف بشیدم، همین که را به قرار داد وابسته است. منشه تنظیمش وهم است و خیال از یک سو، شهوت و غضب هم قوه اجرایی او رو دارن از سوی دیگر، نه اون عقد عملی که ما به عبد به رحمان و اکتوسه به جنان مرجی اجراست، نه اون عقد نظری که منشأ برهان و استدلال است، محور تقنینه. تقنینش از وهم و خیال شروع میشه، اجراش هم بعد از شهوت و غضب است، داوریش هم باز بعد شهوت و غضب است و وهم و خیال. فرمود من جریان دنیا را برای شما شرح بدم، مثل بزنم، تا شما بدونید که دنیا یعنی چه. در تعریف اونی که منطقی است چهار راه رسمی است، اونی که عرفی است در مسائل ادبی، مسائل اجتماعی، مسائل های روز مطرح است، راه پنجمه که انسان برای تفهیم و تفهم از اون راه پنجم استفاده میکنه. تو منطق این در زاویه قرار دارد، تو متن قرار ندارد. در متن میگن معرف چهار تاست، حدین و رسمین، حد تا مناقص، رسم تا مناقص، بالاخره یا از جنس و فصل شیء کمک میگیرند، یا عرض خاص و عام، یا از ذاتیات شیء ما را باخبر میکنند، یا تمیز او از معدا را به ما تفهیم میکنند. راه پنجم راه تمثیل است که نه جز حدین است نه جز رسمین. تمثیل همون مثل زدن است که مطلب را پایین میاره تا مخاطب بفهمه. این تمثیل نه حد تام است نه حد ناقص، نه رسم تام است نه رسم ناقص. به عنوان نمونه میگن نفس در بدن، ان نفس و فی البدن، یا منظرتون نفسه فی بدن که منظرت سلطانه الالمدینه اول ربانه الالسفینه. این مثال است که تو منطق ذکر میکنن برای اون معرف پنجم که کارایی عقلی نداره ولی کارایی عرفیش خوبه. مثلا جریان نفس، یه وقت انسان نفس تعریف میکنن جوهر مجرد کذا و کذاست، یه وقتی از اون حدود و رسوم میگذرد میگوید نفس در بدن مثل سلطان مدینه است که شهری را اداره میکند، یا ربان و ناب خدا و ناخدای کشتی است که کشتی را میروند. این بدن به منزله شبیه کشتی است، منزله کشتی است، اون نفس کشتیبانه. این بدن به منزله شهر است، او منزله والی شهر است. این جور نفس شناسی و معرفت نفس راه تمثیل است، نه راه حد و نه راه رسم، که کارایی اینها در محاورات عرف به تفهیم و تفهم خیلی زیاده.
ذات اقدس اله از این راه هم در قرآن کمک میگیرن و میفهمونن. فهم مثلش اینه، داستانش اینه، گاهی تمثیل گاهی تشبیه. ما دنیا رو ما میخواد برای شما تعریف بکنیم. حالا حقیقت دنیا چیز دیگه است، وجود مثالی دنیا چیز دیگه است که برای حضرت امین سلام الله علیه متمثل شده است به صورت عجوزه کذا و کذا. اینجا در حد تمثیل دنیا رو معرفی میکنند. میفرماید مسئله حیات دنیا اینه که یک کسی زمین رو شیار بکنه، آماده کشت و زرع باشه، یه باغ بخواد درست کنه، بعد بارانی هم بیاد، این درخت ها رشد بکنن، بالنده بشن و شکوفه‌ام بکنن، طوری که اون باغبان میفهمد که حالا سرمایه پیدا کرده، به جایی رسیده که میتواند کاری انجام بده، درآمدی داشته باشه. هنوز این درخت ها به بار ننشسته، ما وسیله سرمای سرد همه اداره میخوش کنیم و هرگز این درخت دیگه میوه نمیده. چیور میخوش کنیم؟ جوری میخوش کنیم که گویا اصلا دیروز اینجا باغ نبود. یه وقت از درخت میخوش کرد تا چند سال بالاخره نشانه باغ اینجا هست، بالاخره درخت حالا خوش شده، اینطور نیست که آثارش به این زودی ها از بین بره. که اگر یه بوته یه سانتی که تازه از کنار یه نهر رویده، حتی تمام قدش یه سانتی یا نیم سانتی یا یه میلیمتر، این اگر کسی این بوته یه میلیمتری رو بکنه، فردا بیاد جاش معلوم نیستن. امروز از کنار این نهر میگذره، میبینه کنارش یه بوته یه میلیمتری سبز شد، این بوته را کنده، جاش معلوم نیست که حالا فردا اگر آمده معلوم بشه که دیروز اینجا یه بوته بود و کنده شد. این یه بوته یه میلیمتری مگر جاش چقدره؟ اگر کسی یه چناری که مثلا قرنها عمر اوست و در منطقه وسیعی ریشه دوونده، این رو جوری بکنه که مثل همون اون بوته یه میلیمتری باشه، این رو میگن به اینکه جوری این چنار را کنده که لم تقن بالامس، غنیه یعنی در این مکان بود، لم تقنه یعنی گویا دیروز اینجا نبود اصلا. خب یه جوری آدم این چناری که تو اعماق زمین ریشه داره، بالاخره 10-20 متر رو پر کرده، آدم وقتی این چنار رو میکنه 10-20 متر گود میشه، همون ما جوری میکنیم که گویا اصلا دیروز در اینجا چناری نبود. مثل اینکه ریشه پهلوی رو با اینکه همه گسترش داشت طرزی کنده که اصلا گویا اینها دیروز در این مملکت نبودن، با اینکه بیش از نیم قرن همه کشور تحت سلطه اینها بود. حالا ما اینجور آد و سمود را برمیداریم که علم تقنه بلعمز، که علم یقنه بلعمز، غنیه یعنی در این مکان بود، غنیه بلعمز یعنی دیروز اینجا بود، لم تقنه بلعمز یعنی گویا دیروز اینجا نبود. چیکارش میکنیم؟ مزقناهم کل ممزق میکنیم، فجعلناهم احادیث. فجعلناهم احادیث یعنی چی؟ یعنی اینا که موجودات مقتدر خارجی و عینی بودن، ما اینا رو فقط احدوثه قرار میدیم، فقط حدیث و حرفشون تو اقفا هست، اثرشون در خارج نیست. و جعلناهم احادیث، این همانی که میگن تو کتاب تاریخ رفتن. ما اینجوری اینا رو شکم میکنیم. هر جا دنیاست که حبش رأس کل خطیه است، بازگششی. خب پس معلوم میشه درخت دنیا نیست. چرا؟ برای اینکه مسهل است نه ممثل. باران دنیا نیست، زمین دنیا نیست، کشاورزی دنیا نیست، رشدش دنیا نیست. اون لحظه ای که کسانی خیال میکنن که به جایی رسیدن و طولی نمیکشد که بساطشون جمع میشود،
اینما یونگر دنیاست. قبول اینما مثل الحیات دنیا مثل این است، درختی باشد آبیاری شده باشد، بالنده بشه و دماننده. خب اینا پس معلوم میشه که دنیا رو ما با اینها داریم میفهمیم، پس برای که اینا دنیا نیست، وگرنه اتحاد مثل و مثل لازم میامد که. مقامات هم همینطوره، جا هم همینطوره. اگه کسی خدا ناکرده به دنبال یه جاه و نان و نانی با ترکت بکند همینه، همون برای هیچ کس میوه نمیشه. اون بخش دیگری که به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم توصیه میکند، فما لا تمدن عینه که الام و متعن و بی از داج من هم زهرت الحیات دنیا. فمو توی پیغمبر به شکوفه دنیا نگاه نکن. زهر شکوفه، ازهار یعنی شکوفه، زهر و روی یعنی شکوفه بهار. زهر و زهره مثل تمر و تمره است. فرمود این شکوفه است، برای هیچ کس میوه نمیشه، چون اینجا جای سردیه. اگه یه درختی در یه منطقه سردسیری قرص بشه، بهبوهه تابستان که هوا گرمه یه کمی شکوفه میکنه، ولی پاییز زودرسی داره. آخر این پاییز زودرس یه سرمای تندی رو به همراه داره، فورا این شکوفه ها رو میرزونه از بین میبره. فقط در حد شکوفه است و بس. لذا شما همه کسانی که توی مسائل باندبازی ها و سیاسی ها بودن، آخرای عمر که دیدید میان پشیمانن، چیز دستشون نیست. اما هیچ عالم، هیچ متدین، هیچ آدم متقی رو ندید آخرای عمر پشیمان بشه، برای اینکه کالای او نقد در دست او حاضر است، یعنی محصول عمر او تو دستشه. اما اونی کسی که به دنبال این اون را افتاده، خدا اینا کرد برای این چاه بکنه، برای اون چاه بکنه، اینجا مقام طلب بکنه، اونجا مال طلب بکنه، آخر هم میبینید که دستش خالیه و پژمرده است. مثل کسی که به دنبال شکوفه رفته، توانش از دست داده، چیزم گیرش نمیده. روایات فراوان است در شرح این، نه تنها تو تفسیرهای روایی مثل برهان و نور صغرین، تفسیرهای دیگه هم همین است که قال علی بن سلام کذا و هذه الآیه، قال علی بن سجاد از سجاد قال سجاد علیه السلام کذا لهذه الآیه، قال صادق علیه السلام لهذه الآیه، که این محور پند و هدایت و عنایت ائمه علیه السلام قرار میگیرد. ملاحظه فرمید، فرمود به این که یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم. این مطلب اول که این چه نیست که حالا شما ظلم کردید به دیگری ظلم کردید، علیه خود شماست. دوم، خب چی گیر تو میاد؟ متاع الحیات دنیا. درباره متاع دو قرائت شد، یکی نصب یکی رفع. وقتی نصب خونده میشه، این یا مفعول بقی است که شما اونی که گیرتون میاد متاع حیات دنیاست، یا مفعول مطلق فعل محذوف است که تتمتعون متاع الحیات دنیا، یعنی بهرهاتون هم بهرهای دنیایی است، یا مفعول مطلق است برای تتمتعونه، یا مفعول به است برای بعد. این در صورت نصب. اما اگر رفع خونده بشود، خبر میشود برای بعد که انما بقیکم متاع الحیات دنیاست، یعنی اونی که طلب کردید همینه. این یک. یا نه، خبر است برای مبتدای محذوف، ذالکه یعنی اونی که شما به دنبال اون میرید متاع الحیات دنیاست. خب دنیا چیه؟ این رو آیه بعد شرح میده. پس اون آیه 21 به منظره متن است، این آیه 22 و 23 به منظره شرح اوست، و آیه 24 به منظره شرح و شرح است. این که فرمود یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات دنیا، اونگاه فرمود انما مثل حیات دنیا و کذا و کذا است.
مطلب دیگر که بخش پایانی آیه قبل است این است که حالا این چنین نیست که شما یه عمری رو به هدر دادید کسی کار با شما نداشته باشد. شما آخر امین ما بودید، ما که چیزی به شما نبخشیدیم که. و این رو بارها عنایت کردید که وقت عمر مانند آن درآمد نیست. آدم درآمد شما هزینه میکنه، چه برای خودش چه برای مهمونا. مال بخشوده هبه رو ارث رو بالاخره مالی که بدون رنج به انسان رسیده انسان دستش باز است در هزینه کردن تا حدودی. اما حالا سرمایه اینطوره، یعنی یک کاسب با سرمایه معامله درآمد میکنه. خب اگه سرمایه رو هزینه بکنه با کی تجارت میکنه؟ عمر درآمد نیست که کسی یک ساعت یه جای بشینه همجوری وقت صرف بکنه. هر جایی میره هر کسی رو میپذیره، با هر کسی سخنرانی میکنه، با هر کسی مینشینه، باید بدون داره سرمایه رو هزینه صرف بکنه. و سرمایه اگر خرج شد باید در کنارش جانمایه، دلمایه، یه سرمایه دیگری بیاد. انسان این سرمایه رو بده یه چیزی بگیره براخره. بسیار از این دید و بازدیدها، از این قعده ها که این قعده ها و چیز قعده است، همون قعده ها، جلسه ها، نشستن ها، برخواستن ها، رفتن ها، دید و بازدیدن ها، همه این ها براخره باید حساب شده باشه. و یه قدم که سمبال آمد انسان نه فرصت درس خوندن داره، نه فرصت درس دادن داره، نه حال مطالعه داره. سرمایه است به محدود هم هم. خب فموز بعد این چه نیست که شما حالا سرمایتون رو هدر دادید بگید مال خودم بود من هدر دادم. نخیر، سم ارینا مرجو کن، اون وقت ما به شما میگیم شما چیکار کردید. فننبهو کن به ما کنتم تعملون، شما رو با خبر میکنه. تو سوره مبارکه القیامه هم دارد به این که یعنی بر انسان یا وزه مقدم و اخر همه اخبار تنبعه میشه. تنبعه و انبا یعنی گزارش دادن، نبع یعنی خبر. اون که انبا میکند یا تنبعه میکند یعنی گزارش میده. یعنی بر انسان و مقدم و اخر. بعد میفهمید حالا ما چرا گزارش بدیم. بل اضرابی است. اونجا همون یعنی بال انسان و مقدم و آخر. بعد همون بل انسان و علا نفسهی بصیرتون، این که تای بصیره قبلا مراجعه فرمودید، تای مبالغه است. بصیرتون مثل علامتون، یعنی انسان اگر نسبت به چیزهای دیگر بینشش کم باشه نسبت به خودشناسی علامه است، مشکلی نداره. بالاخره خودش میدونه، وهم و خیالش میدونه، شهوت و عزمش میدونه، نیتش میدونه، دسیسش میدونه. نسبت به چیزهای دیگر اگر عالم باشه نسبت به درون خودش علامه است، میدونه چی کار است. بالاخره میفهمد بل انسان و علی نفسی بصیرتون و رو القا معاذیره و رو عذراش هم بیاره بالاخره میدونه برای چی کار میکنه. نیازی به تنبیه نیست. اگر اول فهمد یوم از این یورم بار انسان رو مقدم و آخر، بعد با بل اضرابیه فهمد نیازی به این نیست که ما رو بگیم چه کردی، چون خودش علمت ما احذرد، چون خودش همراه خودش میاره دیگه. خب این رو ما باید خیلی عنایت کنیم. این آیه رو فهمد انما مثل الحیات دنیا که ما این، پس همشه آب دنیا نیست، این آیه الهی. آسمان دنیا نیست، آیه الهی است. نزول فیوزات رحمانی از بالا دنیا نیست، این آیات الهی است. بله اون میشه دنیا، اما آب و هوا و اینا که دنیا نیست که تا مذمت بشه. این حیاتی است در برابر حیات آخرت، مخلوق خداست. طبق بیان نورانی از تامین سلام الله علیه فرمود اینجا متجر اولیاست، دنیا که جای بدی نیست. خلاف نکرده با کسی، هرچه دارد شفاف میگه. خب کجا دنیا خلاف گفته، کجا کتمان کرده؟
اگر مرده ها و بیمارها هستن، هم بیمارستان رو به شما نشون داد، هم قبرستان رو به شما نشون داد، چیز مخفی نکرده که. عده‌ای در شرایط گوناگون خلاف کردن، به روز سیاه مبتلا شدن، اونا هم به شما نشون داد. چیزی رو خلاف نکرده که، کتمان نکرده که، تا شما مدش میکنید که. این دنیا شما رو مغرور نکرده، شما با او مغرور شدید. اینی که فرمود این دنیا متجر اولیاست، یعنی این زمین، این هوا، این فضا جای بسیار خوبیه. همه نیکان و پاکان از همین جا هن ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم را لبه گفتن دیگه. بله، مخلوق خداست، آن مخلوق معالواسطه به وساطت وهم و شهوت و غضب و اینها پیدا شده. وگرنه فرمود شما من یوب شخ نفسی فعلاقی که اون مقدمون مرتب در ازان اقامه میگه هی علی الفلاح، هی علی الفلاح. خب فلاح چیه؟ فرمود این بخل و حرص و اینا رو ول کن. من یوب شخ نفسی فعلاقی که اون مقدمون. از این طرف گفتن برو به طرف فلاح، از اون طرف گفت جلو علاقت بگیر، کار بکن، چون جلو علاقه رو گرفتی برای تو حلال و حرام فرق میکنه، دنبال حرام نمیری دیگه. حلال رو انسان میطلبد، دستور خداست، تأمین خودش واجبه، تأمین واجب و نفقه واجبه. اینه که کسب حلال که عبادت است که. خب انما مثل الحیات دنیا که ما این انزلناه من السماء. پس اینا هیچ کنشون دنیا نیستن، اون حب دنیا که رأس و کل خطیه است اینا نیستن. فرمود مثل آبیست که ما از بالا نازل بکنیم، فختلط بهی نبات الارض، وقتی باران بارید، برف بارید، تگرگ بارید، با خاک و ذرات خاک متحد میشه، مرتبط میشه، ممتزج میشه، مرکب میشه، از یک سو اون ریشه های نباتات با اینها مرکب بشه، از سوی دیگر اون بذرها با اینها مرکب و ممزوج بشه، از سوی سوم این مجموعه زمینه رشد گیاهان و درختها را فراهم میکنند. فختلط بهی نبات الارض، اون چی که از زمین میروید. در معارف الهی که از غیب نازل میشود، فرمود اونها روزی فرشته ها هست و علما، اما اون چی که از زمین میروید غالبا میفرماید انسان و دام و اینا، اینا را کنار هم ذکر میکنن. در سوره مبارکه آل عمران مراد فرمود اونجا دارد شهد الله و انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائم بالقسط. اونجا هم شما میدید نام علمای اهل تقوا و توحید را در کنار ملائکه میبینید، اما وقتی سخن از خوردن و نوشیدن و پوشیدن و ایناست یا سخن از مواد غذایی انسان و دام است، اینا را کنار هم ذکر میکنند. گاهی فرماید کلوا ورعوا انعامکم، گاهی فرماید متاعا لکم و لانعامکم، گاهی هم نظیر این آیه سوره یونس میفرماید مما یأکل الناس و الانعام. این بیماری های مشترک دام و انسان هم همینه دیگه. اینا یه چیز انسان رو ما انه و انسانون که نیازی به این مواد ندارد، چون حیوان هم به اینا محتاجه. بله خب دیگه شاگردان اونا، البته مرحله کاملش مال معصومینن دیگه، اونجا مرحله کاملت به شیعتن المتعلمون، اینایی که متعلمن در حقیقت همون حرفها رو یاد میگرند و میگن دیگه، شهادت و وحدانیت میدن. علمای اهل توحید اینا مشمول شهد الله خواهند بود، منتها به رهبری معلمین اصیلشون که ائمه معصوم علیه السلام باشه.
نه کن بیا که نمیشن، برای اینکه غیر معصوم چگونه میتونه مثل معصوم باشه؟ اگر هست تشبیه در حد نازل خواهد. خب فخترت بهی نبات الارض مما یأکل الناس والانعام. بعد فرمود حتی اذا اخذت الارض زخرفها، وقتی باران آمد به آبیاری شد زمین مزین می شود. این رو قبلا هم برازه فرمودید، اون چی که در سوره مبارکه کهف است یا در سایر سور هست، می فهمد هر چی روی زمین است ما او را زینت زمین قرار داریم نه زینت انسان. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه لکم. بعدم جعلنا سیدا جرزا. زینت انسان همان است که تو سوره مبارکه حجرات مشخص کرده است که هم در دکل ایمان و زینه و فی قروب. اینجا فهمد حتی اذا اخذت الارض زخرفها، وقتی زمین زیورا خودش گرفته، اگه یه جا باقی ساختن، یه جایی قصدی ساختن، یه جایی بنای احداث کردن، اون یه تک زمین مزین شده نه صاحب زمین. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت، ان تزینت مزین شده است، و ظن اهلها انهم قادرون علیها، و اهل اون زمین که دارای این امکانات مادیان حالا فکر رسیدن که قدرتی پیدا کردن میتوانن از منافع این سرزمین استفاده کنن، از درآمد این باغ بهره بگیرن، عطاها امرونا، دستور میدیم بساطش برشیده میشه، حالا یا شب یا روز. عطاها امرونا لیلا او نهارا. فجعلناها حصیدا که علم تغلب الارض. ما اینا رو درو میکنیم. و آتو حقه یوم حسادهی. حساد هم اون آره درو، روز دروه. محسود یعنی درو شده. چیجو درو میکنیم؟ ترزی درو میکنیم از زیشه که انم تقنه بالعرض، گویا این باغها اصلا دیروز اینجا نبودن. بالاخره درخت رو که سرما میزنه تا یه مدتی بالاخره آثارش هست دیگه. همون ترزی ما دنیا زدگان را ناامید میکنیم که گویا قدرتی در اختیارشون نبود. که علم تقنه به الامز. بعد تمود کزانه که نفس قرون آیات لقومن یتفکرون. تا معلوم بشه اون چرا که به نام زمین است و آثار زمین، اینا دنیا نیست. و اگه اینها دنیا بود که اتحاد مثل و ممثل میشون. اینها هست. گاهی مثل شما میرید بوشت مبارک است امیر سلام داره، در طی اون 25 سال قسمت مهم وقتشون رو صرف کشاورزی میکردن. خب نعم المال صالح للرجل صالح، چه بهتر از این که انسان نیازی به زید و عمرو نداشته باشه، به جیب زید و کیف عمرو نگاه نکنه، خودش درآمدی داشته باشه با او زندگی بکنه، این که کماله که. اما حلال و حرام رو که فرق میذاره، منو شهر دنیا نیست. بعد آتو حقه و یوم حساده رو که امتصال میکنه، منو شهر دنیا نیست به مانم دیار. اینا برکاتیست که از همین کریم استفاده میشه. اما در این سالهایی که آمده در جریان طوفان نوح سلام الله علیه، احیانا باد هم نقشی داشت. اگر باد نقشی داشت مثل خود آب، هر دوی اینها به معجزه نوح سلام الله علیه پدید آمده. در باره داوود و سلیمان خدای سبحان فرمود ما سلسله جبال را در اختیار نا قرار داریم. در باره حضرت سلیمان فرمود سخرنا له الریح، از یک سو سخرنا معه الجبال، از سوی دیگر یا جبالو عقبی معه، از سوی سوم وقتی وجود مبارک سلیمان یا داوود سلام الله علیه ما نماز جماعت بخوندن، همه این سلسله جبال به اون اقتدا میکردن، هم نوا میشدن. اینا نماز فراداشونه که داشتن که یسر بحر الله ما به سماوات و ارض، یسر لله ما به سماوات و ارض.
ولی به رهبری داوود سلیمان اینها عبد بیم و تعویب داشتن، خضوع داشتن، خشوع داشتن، آه و ناله داشتن و مانند آن. یه نماز جماعت اینچینی میخوندن. خب اگر سخرنا له الریح هست برای عبد سلیمان، اگر یا جوالو عبد بیم محوس، اگر و علنا له الهدید است بر داوود، اینا همه نشون میداد که برکت ولایت تکوینی اینا که مبسوطن تو المیزان سیدن استادم آمده بازگو میشه. در جریان نو سلام الله با اون بسم الله که اون میگه هم دریا پیدا شده، هم موج پیدا شده، هم اینها رو بادها اگر خواستن رهبری بکنن به برکت بسم الله الرحمن الرحیم او رهبری میکردن. اینطور نیست که باد به میل خود ببزد نظیر بادهای دیگر و کشتی را به میل خود جا به جا بکنند، بلکه هر جایی که باد هست به برکت و رهبری وجود این بارک نوح هست. بله آثار دنیایی و ظلم را ذات اقدس اله اینجور برمی داره. گاهی می فهمد ما یه در نگر می داریم برای اینکه عبرت بشود. اینا یه اصل کلی است، مطلق است و عام است، قابل تخصیص و قابل تغییر هم است. در جریان این فرعون فرمود به این که ما همه اینا رفتیم دریا و اخذناهم بنوزناهم فی الیم و غشیهم من الیم ما غشیهم، همه اینها رو این دریا برد، این آب روان برد، ولی به این دریا گفتیم که دستور دادیم که بدن فرعون رو یه گوشه بذاره برای اینکه دیگران ببینند و عبرت بگیرند. فالیوم ننجی که به بدن کل تکون لمن خلفت آید. خب گاهی این چنین است دیگه. فرمود این همه را دستور دادیم آب ببره و با آب دستور دادیم که آرام این لاشه فرعون رو بذار یه کنار که همه ببینند و بشناسند و عبرت بگیرند. گاهی اینجور هم هست، از بین بردنش سریع بود تو غشیه هم میرده اما غشیه هم، اما آثار را یه مدتی نگه داشت برای عبرت. الحمد لله.